به شم هشم نسه و نسلی اخ تورا سیوالان و مشه مراشاق هیلت یعقوب به عزت هشم میدبارخ صفحه 227 یلقود یوسف 2 سیمان تاورش باف 606 سیف داله تویلا در جمعه روز کیپور میفرماید که مینهای خوبی است که جمعه روز کیپور تویلا کنند در مقوه تعرا و تویلا کنند بعد از ساعت پنجم. اگر غیر ممکنه که بعد از ساعت پنجم تویلا کنه، لااقل بعد از این که طلوع آفتاب شد تویلا کنه. و توضیح میده که روش نوشته به این لفظ که لفظ دادن که تویلا کنن جمعه روز کیپور که میفرماید شبیه بشه ملخ اشارت و در مورد زمان تویلا همچنین نوشته در به موعد لخلقهی سیمان یودبه و تیودالف فقط این لبارخ برخا نمیگن بر روی این تویلا به خاطر که از دین نیست و از قانون مینهاگ و برخا نمیگن شقیق شامس اسفانو بر مینهاگ. پس خوبه که روز جمعه کیپور تویلا کنن، این اجبار نیست، از دین نیست، مینهاگ کار خیلی خوبیه، پیشنهاد میکنیم و برخا هم که نمیگن. شماره بت میفرماید که اگه نمیتونه تویلا کنه در میقوه به خاطر ضعف یا که ناراحت میشه از این، بریزه رو خودش نو قب آب که میشه حدود 12 لیتر و نیم و تا باب گرم هم مجازه و امکان داره این رو توسط دوش هم انجام بده. شماره گیمل میفرماید شالیخ سیبوری که میره شالی از سیبور میشه جلوه توا میره با این میشه جلوه آرون که تفیلا بخونه در روششونه و روز کیپور دستور داده شده بیشتر با افراشتگی بیشتر به عنوان مینها که تفیلا کنه در میقوه تهرا که خارج کنه جماعت را از انجام وظیفه شون. پس شالی از سیبور بیشتر تأکید داریم شالوم یالا شالی از سیبور بیشتر تأکید داریم که بره و تویلا بکنه. سوالت صفحه 227 با وجود اینکه از دین از هلاخا نیست سختگیری بر چیزی که خصص میکنه یعنی مانع میندازه بین بدن و آب در تویلا برای آقایون سخت نمیگیریم، حالا مسئله نیست، حالا خصص هم کرد مسئله نیست، ولی بهتره که دور کنه اگر چیزی رو بدنشه و خوبه که ناخوناشو بچینه که چیزی فاصله نندازه. به هر حال چرا آدم میتونه تویلاش کامل باشه چرا انجام نده؟ یش نوعگیم اصلا که رست برن شماره ه که برن بگن ویدوی اقرار به گناه در میان میخوه در جمعه کیپولی که بعد مواظب باشن که مبادا اسمشن بیارن حتی اگر سرشون هم پوشیده تو میخوه نمیتونه اسم هشم بیاره زیرا قلبش بریتش میبینه و یاسوره. کل مقام در محل تویلای زمان ما که آبام گرمه و اینجا دما میده و کثافت میاره بالا دینش مثل توالته که یاسور اینجا اسم هشم بیاره حتی ویدوی بگن بدون اسم هشم چون که موضوع میسواه قبول کردن تشوه این کارو نکنه در مکانهای کسی، بنابراین خیلی بهتره که اقرار نکنه یعنی ویدوی نخونه در اون اتاقی که تویلا میکنه اصلا. شماره واو میفهمه نیست که نیست کسی که تویلا کرده در جمعه روششانا در میقوه تهرا و پاک مونده میدونه خودش که پاکه، اتفاقی براش نیفتاده که ناپاک بشه، برگرده و تویلا کنه جمعه روز کیپور به عنوان تشوبا، مثل یک گری که غریبی که گر صدق میشه که احتیاج به تویلا داره. زین هستن که دست دارن که شلاق میخورن 39 ضربه با تسمه که سبکه در روز کیپور و میگن ویدوی در اون زمان و این یک یادبودیه برای ملقوت که توجه کنه که تشوبه کنه یه عاملی برای تشوبه باشه از گناهانی که تو دستشه. شماره 8 میفرماید زنی که در میان 7 روز نقیمه برای شمارشش همطور دخترها تویلا نکنن در جمعه کیپور. سیمان ترز 607 صفحه 228
میفرماید که صدر ویدوی در مینخای جمعه کیپور. تفیلا میخونن مینخا در حالی که روز بلنده، یعنی بعد از ظهر ساعت 1-2 مینخا میخونن قبل از سعودای مفسقت، و اون یاخید بعد از تفیلای لخش، یعنی وقتی لخش میخونه آهسته میخونه، بعد از پاسخ ایول راسون امره فی بگیون لیبرفانه خواهد اونهای سوری به گوالی، اونجا ویدوی نوشته که میخونن. بعد از آن میگه ویدوی الخت مثل روز کیپور، و تیغون کردن گفتن ویدوی چرا جمعه کیپور قبل از سعودای مفسقه چرا ویدوی میخونن، به خاطر که ترسیدن خدای نکرده اتفاقی بیفته، موضوع خرابی و خطری براش پیش بیاد و نتونه دیگه اقرار کنه، بعدش اقرارش کرده باشه، تشوباش کرده باشه. رمبان توضیح میده که مبادا یه خانق، یعنی دور از سر خفه بشه در زمان سعودا قبل از که اقرار کنه، و این به خاطر اینکه ساتان در این زمان بدگویی میکنه، موقع حساس زمان کیپور روز مقدس ساتان هم بیکار نمیشونه، یه خطری ممکنه به وجود بیاد دور از سر. شماره بت میفرماید ویدوی لازمه که ایستاده بخونه و خم بشه یه کمی وقتی اقرار به گناه میکنه به علامت تواضع. همینطور هر دفعه در تفیلای روز کیپور که بر میگرده شالی احسیبور و ویدوی میخونه لازمه که جماعت بیستن و اقرار کنن باش. پس یه بار تو لخش خودش بخونه، یه بارم تو خزارا بخونه با شالی احسیبور. کی؟ جماعت. کجا؟ در خزارای شالی احسیبور روز کیپور. و کسی که ضعیف از تعنید یا پیره یا چاقه میتونه اقرار کنه ایستاده توسط تکیه، اگه واقعا اول که بعد بیسته صاف سرش هم کمی بندازه پایین، بیاره پایین خمیده باشه، میتونه تواضع. حالا اگر نمیتونه بیسته تکیه میده، تکیه بده مجبوره. و در زمان ویدوی موقعی که میگه آشمنو با گدنو بزنه با مشتش به آرامی مقابل قلبش. لب آدم او به ارخ، میخوای بدونی قلبت کجاست؟ تقریبا 4 انگوش زیر پستان چپ، این قلبش گیمل. شالی هستی بود بر نمیگرده بر این ویدوی در مینخا، یعنی تو خزاره شالی هستی بود مینخا ویدوی نمیخونه شالی هستی بود و الخط و همینطور الخط نیز در آخر تفیلا، بلکه فورا بعد خزاره آبینو ملکنو میگه بچه هم قشتید قبالو میرن جلو. دالت میفرماید بعد از ویدوی به گلخت که تو سیدورا نوشته به ترتیب الف بت، و خوبی که بگه اون نسخه الخت همچنین به ترتیب تشرق، یعنی چه از الف بت از اول به آخر، چه از آخر به اول حروف عبری، و این بر طبق قباله است که هم از اول الف بت حروف ها رو که کلمات آورده جملات آورده هم از آخر به اول. شماره میفرماید لازمه که تمام ویدوی رو و الخط رو چون ترتیب بگه، حتی اگر خودش میشناسه که مثلا یکی از این خطاها رو انجام نداده ولی بازم بگه که گفتن خخامی تمام اسرائیل ها زامن هم دیگه هستن، اگر رفیقش نصیحت کرده گرفتار میشه به خطای رفیقش و جریمه میشه به گناه او، چون ممکن درست خودت نکردی ولی میتونستی یه جایی جلو به گناه بگیری ولی نگرفتی. و این نفسیخ به سیخا به امسر ویدوی، قطع نمی کنن با صحبت در وسط ویدوی تا آخر تمام تفیلا. بیکن ماقوم کسی که میشنوه قدیش یا نقدیش آخ، جواب میده با جماعت. و بعضی ها میگن که در وسط ویدوی ولخت آمن براخوت هم نگه، بلکه قدیش و قدوشا، چون طریقه افسق در غیر از شما اورخوت یا بعضی ها مجاز میکنن که آمن بگه، آمن براخا، و همینطور اصل علاخاه که جواب میده آمن همچنین بعد از براخای که میشنوه از جمع از دوستش یا از شالی هستی بود. پس بنابراین ما اینجا یاد گرفتیم وسط الخط آمن براخا هم بگه، آمن قدیش و قدوشا هم بگه. آمن. سمار زین میفرماید اگر اقرار میکنه به لخش
آهسته میخونه، خب تشریح کنه خطاش، خاطر اینکه خجالت زده بشه بیشتر موقعی که خطاش میگه. یعنی میگه که اگه خودش هم یه خطایی داره به زبون بیاره، قسمتی که داره میگه، مثلا خطای شخصی خودش میدونه، بگه من فلان گناه کردم تو ببخش. بعدی شماره یه خط میفرماید گناهی که اقرار میکنه بر اونا در روز کیپوری که گذشته و دیگه تکرار نکرده گناه رو، حتی در این صورت میتونه برگرده و اقرار کنه. یه گناهی پارسال گفته، دیگه همی گناه نکرده، حالا این سال دوباره بگه، میگه میتونه. سیمان ترخ 608 میفرماید صدر سعودای مفسقت. در سعودای مفسقت یعنی آخرین سعودایی که جمعه کیپور میخوریم بهش میگن سعودای مفسقت، که آفتابدارم شروع میکنیم، آفتابدارم تمومش میکنیم. بهتره بگیم آفتابدارم تو کنیسا هستیم، بلینده که بتونه برخواستید بگه. در این سعودا هستن رست دارن که نونشون میزنن تو عسل یا شکر میکنم. آقا درسته که نمکم سر سفره باشه. شماره بت میفرماید که لازمه که خاتمه بده خوردنشو و نوشیدنشو هنوز که روزه، و این میسوای از تورا که از خل به قدش اضافه کنن، یعنی اضافه کنن به کیپور، اضافه کنن به شب بار، اضافه کنن به یوم توب، زودتر برن به استقبال یوم توب یا کیپور یا شب بار. بخن خموش داشت رو همطوری که خخامیم داراش کردن، پاسخ گفته چی؟ و اینی تمت نبشده خم جونتون برن جونی در نوم آف در عصر میتونه. بله نوم آف روز قبل کیپور از عصر، تورا گفته نوم آف از عصر، پس معلومه آفتابدار بعد تعنید بگیره، آفتابدار بعد وارد کیپور بشه، چون میگی در عصر. میتونیم بگیم وقتی که تاریک شد، تلمود گفته نوم ما، پس چطور شد حالا شروع میشه و تعنید بگیره انوز که روزه، پس اینجوری اضافه میکنه از خل به قدش، یعنی تعنیت کیپور از نهم شروع میشه و میسوای اضافه کردن رفتار میشه در تمام پنج رنجی که ما کیپور به خودمون میدیم: خوردن، نوشیدن و شستشو، روغن مالی، کفش چرمی و آمیزش، که از همه اینا جدا میشیم. همینطور لازمه که جدا بشه از کار و از ایسور شبوت، یعنی کارهایی که از ربانان آسوره هم باید آفتابدار دست بکشه قبل از غروب، کم یا زیاد هر چقدر که خودش میتونه، و این زمان توصفت یه کمی قبل از غروبه، هر مقدار باشه از تورا کافیه، مادامی که آفتاب غروب نکنه، حالا 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه، هر چی بتونه، در حال زودتر از اینکه قبل از اینکه آفتاب غروب کنه باید کیپور رو قبول کنه. گیمل شماره واو میفرماید کسی که ناراحته، ببخشید شماره گیمل، اگر قطع کرد خوردنش تو هنوز که روز بزرگه، چونه برگرده بازم بخوره از هر زمانی که به طور مشروع تعنیتش رو قبول نکرده، ساعت 3 نشسته خوراک خورد، خب میخواد شاید 4 هم بخوره. بله گفته که الان خواهی که زیاد خوراک بخوره، زیاد نوشیدنی بخوره، روز که جمعه کی بود. ته میفرماید دالت هستن که دست دارن که میخورن ماهی در جمعه کیپور، در شخریت فقط به کاود روز. شماره 5 در جمعه روز کیپور نمیخورن، بلکه خوراکی که سبک راحت ازمه، خاطری که خیلی سیر نشه و گهوا کنه موقعی که داره تفیلا میخونه، و نمیخورن در جمعه روز کیپور چیزهایی که گرم میکنن بدن رو، مثل تخم مرغ، شیر گرم، همینطور نمیخوره هیچ گونه سیر کباب شده و پخته شده، چیزایی که محرکه ممکنه غری بشه، و نخوره خوراک سنگین و همسال این مواد، بیاد به حالت غری در شب روز کیپور. مثلا که میگن از دین که اون دینه برای خورما که گرم میکنه بدن، همین قانونه برای خورما، میگه خورما هم نخوره، بستگی داره به آدمش. همینطور خوراکی هایی که ادویه زدن با زعفرون، سایر انواع ادویه، سعودای شهریت هم امکان داره به اون شیر داغ ممساله این سلابته موقعی که قهوه یا چای توشه، پس اینا که میگیم در صبح نیست، صبح شیر گرم میتونه بخوره. هم تو خوراکی هایی که ادویه زدن، تلفه زدن زیاد، اینا بهتر مصرف نکنه. شماره واب میفرماید کسی که خیلی ناراحته، اینا در تعنیت روز کیپور
میتونه بگیره قرصی که خونده میشه قلسوم، یعنی رنج رو راحت میکنه، به خاطری که احساس نکنه این همه در رنجی که باعث میشه از تنید. اونایی که خیلی ناراحتن میتونن بخورن زنگ. بله، مزالک زنگ، کسی که میخواد وارد بشه به کیپور، وارد کنه در کیپور شیاف، شیاف درمانی به بدنش، به خاطری که سبو کنه باز خودش رنج تنید رو، حتما که کار درستی نمیکنه. و فقط اگر میترسه اگه وارد نکنه اون شیاف درمانی رو به بدنش، نمیتونه تکمیل کنه تنید. اون وقت که اون خیلی ناراحته است، یا که خیلی ناراحته از تنید، چون که داره ضعف میکنه، مجازی که وارد کنه به بدنش از معقد اون شیاف درمانی رو یا کپسول ویتامین رو، چون که این طریقه خوردن نیست، طریقه خوردن تو دهانه، اون طریقه خوردن نیست. پس اینجا میگه یه شیافی هست که این رو وارد میکنن، میگه کیپور نه، تو کیپور داره میگه، روز کیپور میگه کارو نکنه. حالا اگر کسیه که اگه کار نکنه، شیاف وارد نکنه، نمیتونه تنیتش کامل کنه، یایی که خیلی ناراحته داره ضعف میکنه، میتونه استفاده کنه، چون که طریقه خوردن نیست، تنیتش باز نمیشه. صفحه 230 میفرماید که حتمانت خمین بره بیوم کیپوری، میخواد کده بذاره شب یه شنبه، شب خروج کیپور میخواد کده بخوره، مطاره که جل کنه از جمعه کیپور یکی میندازه رو تا شب یه موسای کیپور بر پلات برقی. بله، همساله خاطره که سعوداش آماده باشه برای که میخواد تنید باز کنه، و این حساب نمیشه آماده کردن که اینک از جمعه، از روز جمعه کیپور کرده خل بوده. یعنی در روز توبه دست دارن که سخت بگیرن، همچنین در مواردی که مجاز از دین و دست داشتن که سبک بگیرن، پس کده گذاشتن مسئله نیست، از جمعه کیپور میذاره شب مسای کیپور میخوره. ولی کلن میگه تو در روز توبه آدم بیاد یه چیزایی رو بر خودش بیشتر سخت بگیره، در طول سال سخت نمیگرفته، حالا سخت بگیره، حالا هرچی که هست تلیتش بیشتر بپوشه، فرض کن جزء ده نفر اول باشه، سری آفتاب بیاد، هر کاری که میتونه. ادلاقت نر نروت به عرب یوم کیپور، موشن گردن شم در جمعه کیپور. سیمان 610 آلف میسوایی که بیار جور بذار میسوایی که روشن کنه شمها رو برای کابد روز کیپور، میسوایی که روشن کنه شمع رو برای کابد کیپور، و همینطور مینهایی که تقریبا در تمام در تمام پراکندگی اسرائیل که روشن کنه بیام که روشن کنه شمع رو در جمعه روز کیپور، میکل مقام در شهری که رسم دارن که روشن نکنه جمعه کیپور روشن نمیکنن، یعنی اگر رسمه که روشن کنه روشن میکنن، رسمه که روشن نمیکنه روشن نمیکنن، بعضی جا رسم جمعه کیپور شمع روشن نمیکنن، ما رسممون است که روشن میکنیم، در مکانهایی که روشن میکنن براخا میگن لدیق نشل یوم کیپوریم. شماره بت بایستی که براخا بگه بر روشن کردن شم قبل از روشن کردن، براخا میگه بعد روشن میکنه و همینطور رسمه، و زنی که براخا میگه بعد از روشن کردن در جمعه شبات یا جمعه کیپور، طبق نظر عبد یوسف وارد میشه به خشاش برخال بطالا و طبق نظر اکثر پسخین و ماران شورخانه رو. لیکن مینا گشکنازیه که زنها روشن میکنن شمها رو اول، اشکنازی ها، و فورا بعدش برخال میگن، چون مینهایشون در شبات. همچنین زنها، شماره گیمل، همچنین زنها دستور داده شدند، همچنین زنها دستور داده شدند که اضافه کنن از خل به قدش، و مینهای پاشوت امروزه که زنها قطع میکنن از خوردن هنوز که روزه یه زمانی حدود ربع ساعت قبل از غروب، و اضافه میکنن از خل به قدش. اگه هستن زنهایی که بلد نیستن این قانون رو، بعد بهشون اطلاع بدن و برازرشون کنن که تیلوت لئل اخشور داره، باروخ هشم خداوند کمک کرده و مردم کاشرتر شدن و میشنوند به صدای معلمینشون، استادانشون. اگر بلد نیستن بایسته که
یادشون بدن. همچنین بر اونا که میسوای که اضافه کنن از خلب قدش و میسوای اضافه کردن رفتار میشه در تمام اون 5 تا به اصطلاح رنجی که کیپور باید رعایت بشه و از کار ایسور شه بود. یعنی موارد هم که از ربانانه باید تو این ربع ساعتی 10 دقیقه‌ای که زودتر کیپور قبول میکنه رعایت کنه. خانوم هم همینطور زودتر باید کیپور رو بپذیرن. دالت شماره دالت میفرماید که براخا نگشه یانو در زمان روشن کردن شمع در جمعه کیپور، که این براخا نیست مگر به کابود روز کیپور، خود روز کیپور. و اگه براخا بگشه یانو یک قبول کرده بر خودش روز کیپور رو و دیگه آسوره که شمع روشن کنه. بنابراین نیت به بنده که انجام وظیفه بده شیانو در زمانی که براخا میگن شیانو تو کنیسا با خارج کردن سفر تورای کل نیدره کل مقوم. اگر خواستن براخا بگه شیانو در زمان روشن کردن، براخا نگه تا خاتمه روشن کردن. و براخا نگه شیانو مادامی که کفشش پاشه، کفش چرمی پاشه. و همینطور آسوره که بخوره بنوشه و انجام بده کار فورا بعد از اینکه براخا گفت شیانو، یعنی قبول کردن بر خودشون اضافه روز کیپور. این مسئله خیلی مهمیه، توجه بفرمایید. میگه ببین آقا جون، اگر تو براخای لدلیق گفتی، شیانو هم گفتی، دیگه نمیتونی شمع روشن کنی. خب تو شیانو گفتی دیگه کیپور قبول کردی. میگیم نگو آقا شیانو، کی بگو؟ امشب بگو کنیسا با سفر تو را که در میارن. نه یه نیم ساعت دیگه بگو، نیم ساعت دیگه بگو. حالا میگه اگر میخواد موقع شمع روشن کردن شیانو بگه، میگیم تو لدیق نشل یومکی پورین بگو، شمع روشن کن، شمع که روشن کردی تموم شد، اون وقت میتونه شیانو بگی، به شرطی که کفشم کفش چرمی هم پات نیست، به شرطی که بدون که نمیتونی چیزی بخوری یا کاری بکنی یا تموم شد. شیانو که گفته دیگه کیپوره. پس نمیتونی شیانو بگی بعد شمع روشن کنی. و این خیلی مهمه. شماره 5 میفرماید میسوای که روشن کنه شمع به کابود شب کیپور تو کنیسا و بت میذارم تا روشن کنه در بیمارستانا و کوچه‌ای که تاریکه. من این به خاطر مینهایی نیست، من نیست در این هیچ گونه مینایی که سخت بگیره. یه چشکالی وجود نداره آقا جون، شما چیکار کن؟ شما شمع روشن کن روی کوچه‌ها. قدیم بوده روزا که دیگه برق خشم برق هست. ادامه شماره واب میسوای که بپوشه لباسای زیبا و تمیز به کابود کیپور در کنیسا به تمیز ببخشید. در همونطور که گفتن خزال که لقدش هشم مخوبات، لقدش هشم مخوبات، برای تقدیس به صلاح قدوسیت هشمه که محترمه و این روز کیپوره. تو در گمارا گفتن لقدش هشم مخوبات ز مخوبات یوم کیپور شم بلو اخیرا بلوشت. یا این لقدش هشم مخوبات، مخوبات یعنی روز کیپور که ندارن خوردن نوشیدن توش نیست. گفته تو را احترامش بذار. مخوبات، مخوبات که میگه اشاره به لباس تمیز داره و این مطلب در ریف و روش هم اومده. لیق دو ششم مخوبات پس اشاره به لباس داره. شماره زین میفرماید که پهن میکنن سفره زیبا بر روی میز مثل شبات. میشه هم کتاب قدش میدن سفره شب کیپورت پهن کن مثل شب شبات. حالا تو چی میذاری؟ تو بذار تو راستی دور بذار خط بلت شروع که نه کل نه کلن 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 شب کیپور از جمعه کیپور سفره پهن کن بشه. آقا سودا نداریم به کابود کیپور. شماره خط بلت شروع که میپوشه پلاس، یه چیز گونی مانندی بوده، زبر بوده، در سایر ایام سال نپوشه روز کیپور. سیمان 611 شب روز کیپور قانونش مثل روزشه. شب و روز یه قانون داره. الف روز کیپور شبش مثل روزشه به از هر نظر. اصول در کار، در خوردن، نوشیدن، شستشو، روغن مالی، کفش چرمی، تشمی شمیتا فقط خیوب کارت نداره، بلکه بر کار یا خوردن و نوشیدن. ولی سایر این رنجها اکثر پسخی میگن از زبانانه و طبق نظر رمبان و پیروانشون آسورن از تورا و ایقال علاقا چون دهت رو به پسقیمه. خب اینجا چی گفتیم؟ قانون شب کیپور با روز کیپور یکسانه. هر چیزی روز کیپور آسوره، شب کیپور هم آسوره.
چه کار های آسوده خوردن، نوشیدن، شستشو، روغنوالی، کفش چرمی آمیزش. خب میگه کدومش اینا کارت داره؟ کار بکنه کارت داره. یا خوردن و نوشیدن. میگه خب اگه کفش چرمی پوشید چی؟ یه بحث روش اکثر پسخه میگن از لبانانه، ولی منی به آتیش روشن کنه مثلا کارهایی که ممنون. چون دعت رمبام اینه که نه آسور از تورا. علاقاتی چیه؟ اصل علاقاییه که به جز خوردن نوشیدن و کار کردن کارهای ممنوعه، بقیه این کفش چرمی و روغن مالی و اینا از ربانان آسوره، از تورا نیست. شماره بت میفرماید کل ملاخا هر کاری که خیابن بر اون در شبات، خیابن بر اون در روز کیپور، بر چیزی که در شبات معافه ولی آسوره، یعنی از ربانانه، همچنین در روز کیپور هم همینطوره. بلکه فرقش اینه که شبات سقیلا داره، کیپور کارت داره. و تمام ممنوعیت های شبوت یعنی از ربانان که رفتار میشه در شبات، رفتار میشه در روز کیپور. بر مخصه ای که آسوره جا به جا کنن در شبات، آسوره که جا به جا کنن در روز کیپور. و حتی مخصه ای که سخت گرفتن در اون یوم تو بیشتر در کیپور انجام نمیشه. یعنی مخصه هایی که سخت گیری داریم روش در روز یوم تو، کیپور نداریم. مثل شبات عمل میکنه. در روز کیپور خمیر تو و سنگین بیشتر برای افراد و نمیان بهش بی احترامی میکنن. چون یوم تو بعضی ها بهش بی اهمیتی میکنن، بعضی مخصه رو سخت گرفتن، ولی کیپور که نمیان که بی اهمیتی کنن. پس کیپور مخصه ها رو، بعضی مخصه ها رو که یوم توب سخت گرفتن، کیپور سخت نگرفتن. بارو خشم لولا آمین و آمین.